برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بر اساس گزارش ها قبل از ظهر امروز شنبه 15 مهر زمین لرزه نیرومند استانهای هرات، بادغیس و فراه را در غرب افغانستان، مشهد ایران، بخشی از ترکمنستان و ازبکستان را تکان داده است. گفته شده در شهرستانهای زندجان و کروخه استان هرات 8 زمین لرزه پی در پی رخ داده است. مرکز لرزنگاری آمریکا شدت این زمین لرزه را 6.5 درجه ریشتر اعلام کرده و گفته که در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است. اداره کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی در پی وقوع این زمین لرزه از شهروندان خواسته آرامش خود را حفظ کرده و برای احتیاط بیرون از ساختمان‌های بلند حضور داشته باشد. دولت سوریه در پی حمله به دانشکده نظامی شهر حمص و کشته شدن دست کم 100 نفر و زخمی شدن 10 نفر دیگر از دیروز جمعه به مدت 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. بنابر گزارش خبرگزاری سوریه سانا، در بیانیه دولت آمده است که پرچم سوریه در سراسر این کشور و همه سفارتخانه‌ها و دفاتر دیپلماتیک در خارج در این 3 روز به صورت نیمه افراشته خواهد بود. وزیر بهداشت سوریه گفته که بر اساس آمار اولیه تعداد کشته‌های این حمله تروریستی 100 نفر از جمله 6 کودک و 6 زن هستند و تعداد زخمی‌ها نیز به حدود 240 نفر رسیده است. مسئولان مسجد الفلاح واقع در غرب لندن از حمله گروه‌های راست افراطی به این مکان عبادی خبر داده و اعلام کردند که در جریان این حرکت نجات پرستانه بخش‌هایی از داخل ساختمان تخریب شده است. افراد مهاجم صندوق صدقات مسجد را تخریب و اموال داخل آن را سرقت کردند. آنها همچنین تعدادی از نسخه‌های قرآن را در یکی از اتاق‌های مسجد آتش زدند. تازه‌ترین آمارهای منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد که نفرت علیه مسلمانان 42% از کل جرایم مرتبط با تنفر مذهبی ثبت شده در سال گذشته را تشکیل می‌دهد. به دنبال افزایش تقاضای جهانی نسبت به محصولات غذایی به ویژه محصولات حلال و با توجه به اینکه تایلند یکی از برترین کشورهای تولید و صادرکننده محصولات حلال به کشورهای جهان محسوب می‌شود، دولت این کشور در نظر دارد تا با توسعه صنعت حلال درآمد حاصل از این صنعت را به یکی از شاخصه‌های توسعه و ثبات اقتصادی خود تبدیل کند. محصولات حلال صرفاً به مواد غذایی محدود نبوده و شامل زمینه‌های دیگر همچون صنعت مد، رسانه، محصولات دارویی و توریست نیز می‌شود که ارزش این بازار چیزی بالغ بر 2 تریلیون دلار تخمین زده شده.